سلام و درود بر تمام ملت ایران و سرزمین ایران. من امروز میخوام خاطرات قشنگی رو بگم که واقعا در اون زمان ما نمیتونستیم قبول کنیم. خمینی کیه؟ ما 6 ماه قبل از انقلاب، من، هویدا، نصیری اینا تو قصر و من با الغانیان، وهاب‌زاده، اوجبری یزدانی، خرم و پرویز کاشانی در زندان قصر و بند 2 که کوچکترین بندی بود اونا رو به ما دادن و چند نفر دیگه همون تو. ما 6 ماه قبل از انقلاب تو اونجا خلاصه منتظر بودیم چی میشه. حتی تلگرام از همونجا برای شاهنشاه فرستادیم دفترش، بابا بذاریم ما بیان بیرون، افراد ما بتونن جلوی این سیاه لشکری های قلابی رو بگیرن. کسی جواب نداد. به اون نشونی خب ما با سر احیایی و اینا رفیق شده بودیم، میرفتیم دفترش، تلفن های بیزنسی میکردیم، بانگی داشتیم اونجا، کارهای بانگیمون رو انجام میداد. روز انقلاب به من گفتن که محمود درهای زندان باز، درهای بندا بازه، برو حیاتی که تمام بندا دورش بودن بگو و بگو هر بقیه که گفتی الله اکبر همه بزنم بیرون. ای بی خبر از حال بیمارم، رفتی خود را به که بسپارم، باور نکردی حرف قبل. همون روز و همون ساعت به قبلانم به بندا گفته بودم بندا بازه و بزنیم بیرون و پلیسا همه لباس شخصی پوشیده بودن، یه لباس پلیسی تنشون نبود. به اون نشونی ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر وسط حیات زندان قصر و بند 1 افغانی ها بودن که برای مواد گرفتار شده داری قاچاق مواد، بند اونا رو واک کردیم و اول گفتیم بند بره تو. اینا هم که ریختن در و دیوار رو شکوندن، آقا همه ریختن. موقع فرار من به کیوانفر که هم بند بودیم با هم، کیوان کیوانفر یکی از ورزشکاران و قهرمانان بود، گفتم من خرم رو دست تو میسپارم چون خرم قادر نیست خوش رو بکشه بیرون، تو ناراحت نباش، بده منم پرویز کاشانی رو میکشم بیرون. به اون نشونی درهای زندون باز شد و همه هم اومدیم بیرون و ما از زندان قصر تا میامه من و پرویز کاشانی پیاده اومدیم. اونجا ماشین برادرم بود، سوارش کردم بردم نم خونهش که قلحک بود نزدیک، رسوندم. چقدر تشکر کرد جای خود. برگشتیم هتل، دیدیم هتل
داداشم تمام کافتریا که شیشه ای بود همه رو با آجر دیوار کشته بود که کوکتل مولاتوف که میندازد نیافته تو میامه آتیش بگیره. خودشون هم فرار کرده بودن. به اون نشونی من اومدم هتل و تمام اون دیوارا رو برداشتم و در عرض دو سه روز هتل رو باز کردم. اینجا کسی با ما کار نداشت، چه بدونیم چی به چیه که کتولر عالمی آمش گیدیار ایلر کندنی جانم یورماسن بوشا چیرکنر عالمی. براسه هتل داشتیم کارمند و کارگر رو همه اینا رو استخدام میکردیم که برای بسپندبندی کارهای یه هتل کارگر و کارمندش چون همه پراکنده شده. قدیمی ها خودشون اومدن و جدیدا هم استخدام کردی. بعد از چند روز یعنی یه هفته خورم زنگ زد محمود من دارم میام هتل. گفتم چرا میای هتل؟ که من بچه هامو پیدا نکردم. رونک خیلی غم داشت. گفتم باشه. اون با یه فرد دیگه اومد هتل رو من بردم بند اتاق 711 سویت. بهش مسافری هم نداشتیم. خلاصه گفتم اینجا هم نهمون باش بچه ها تو پیدا کن. همون ساعت هم 10,000 تومن بهش دادم و پول تو جیبت باشه. گذشت. ما نهم شش روز بعد از انقلاب دیدیم کمیته ریخ چیه چونی هم گفتن عجب یزدانی اینجاست. من عجب یزدانی ما نداریم. من گفتم یه بنا دارم مسافر ندارم که باید بره خونه رو درست کنه. اسمش هم گذاشته بودم علی کریمی. خلاصه همه طبقات اتاقا رو زیر رو کردن. خرم رو آوردم پایین. رفتم بیشیم هر چی زنگ میزدن نتوستم موفق بشن. اومدن دم رزپشن هتل. حالا من و خرم هم اونجا نشستیم. به تلفن که جواب داد یارو داره داد میزه آقا من خورم و محمود قربانی جان با اینا چیکار کنیم. خب این هم کمیته طالقانی بودن. گفتم بیارنشون. آقا به اون نشونی ما رو انداختن تو از این جیپا آره رای بار به من انگاه قاتل گرفتن. ما رو بردن کمیته طالقانی در روز قدیم شمرون. بعد از 5 ساعت منو آوردن بیرون سوار ماشین کرده آوردن دم میامه پیاده کردن. این کارو کی کرده بود؟ مرزا تکیه. چون تو کمیته طالقانی بچه طالقان بوده دیگه. حالا همه کار تو
طالاقانی هم مرتضی تکیه بود در لازه گاردی و دامتش گذشت. 9 روز از انقلاب گذشت، کیوانفر زنگ زد محمود تو امشب باید با ما باشی. حالا من اون شبم خونم مهمونی داده بودم، شهرام سهرتی، سوسن، اینا همه اونجا بودن، چند تا مهمون خواستیم حالی بکنیم. گفتم من نمیتونم بیام، حالا نمیخواستم بگم که اینا بیان خونم، خونم رو یاد بگیرم. در هر صورت بدم ما داریم میاییم. منم به علی آشپز گفتم غذاها رو ببر و اونجا از همه پذیرایی کنید تا من خودم برسم. که وافر اومد و گفت باید بریم یه مهمونی. گفتم کدوم مهمونی؟ گفت تو جردن یه مهمونی که باید بریم اونجا، دلم خواهد بیای. گفتم باشه، گفتم من میرم مهمونی و بعد مهمونی هم میام میرم خونه دیگه. اون خونم تو خیابون میرداماد جردن بود. رفتیم تو مهمونی. حالا از این بر به همه کنیاک میدادن و مشروب میدادن، موزیک رقص گذاشته بودن و همه میرقصیدن. ما دیدیم کیوان، کیوانفر رفت یه دختر خواست که باش برقصید، دختر نرقصید. حالا نگوید دختر دوست دختر قبلیش بود. آقا به اون نشونی کیوانفر هفتیر از جیبش در میره، تق 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 مهمونی به هم خورد. ما هممون میپریم بیرون که فرار کنیم این مسئله. دختر پرید جلو ماشین. آقای قربانی، آقا من ماشین ندارم، من اینجا نمیتونم برم، تو رو خدا منو به یه جا برس. ما هم سوارش کردیم و بردم میامه. گفتم اونجا حتمی کیوانفرینا میام. اتفاقا کیوانفرینا اومدن به اون نشونی. من خلاصه بودم مشروب بخوریم، یه بود ویسکی با کردیم تو کافی شاپ و مست کردیم. چرا اینا اومدن سرار مملکت و خرم رو گرفتن؟ برای چی دارن اعدام میکنن؟ اون موقع تو مرس رفاه همه رو پشتمون نصیری و ایکس و ایگرار رو اعدام میکردن، رحیمی. من به غیرتم خیلی برخورده بودم. بابا چرا اینا کیان؟ اصلا نمیتونستیم باور کنیم. سلامتی خرم و دم و تشکیلات زیاد زدیم. آقا گفتم با برسر رفا گفتی که منزل نزدیک خونمونه، میخوای بریم خرم؟ گفتم بریم خرم رو در بیاریم. اونجا رو خامنی که حالا ساعت چنده؟ 2 شب. سوام خیابونا سر هر چهارراهی کیسه شنینا گذاشته بودن، همه ماشینا رو چک میکردن. فری واگنر هم بود، برادر کیوان فرامرز هم بود. بود کیوان گفت بریم. کیوانفر گفت من که هفتیرم رو دارم، فرامرز برداشت. گفت من جسم رو دارم و فریواگنر گفت من رگبار دارم. آقا ما ماشین برادرم که یه بویوک بزرگ بود، فریواگنر رو با رگبار پشت ماشین نشوندیم. فرامرز عقب نشست، کیوانفر بغل دست من، منم راننده. حالا شما فکر ما حرکت کردیم بریم مرسل رفاه رو همین رو آزاد کنیم، خرم رو در بیاریم. از عباس آباد که
رشدی کیسه شنا رو با ما نسادی. اونا رگبار ما رگبار، ما خلاصه از هر منطقه این بساط رو داشتیم. تا رسیدیم یک کوچه مونده به مرسل رفادی ماشین خوابیده، اینقدر رگبار بسته بودن. فری واگنر خدا بیامرز پشت صندوق از دنیا رفته بود. پیاده شدیدیم ریختن و ما هر کدوم فرار کردیم. وقتی که من فرق گفت برو تو اون خونه که خونه ماست، من رفتم اونجا و بعد دوردیم بیرون و خلاصه هممون رو گرفتن. به اون نشونی فردای اون روز مرسل رفا تعطیل شد و همه زندانیا رو فرستادن امدزگاه قرص که ماها بودیم. اتوبوس ها دارن توست نفس بکشه. همه این یاس عرفاتی ها باستاده بودن با نقاب نصفش و معلوم اینا بود. داستان های زیادی بود. مرسل رفا از اونجا به هم خورد، رفت امدزگاه زندان قرص، ماها رفتیم. داستانی بود واقعا برای من، خیلی ناباوری بود که آخوندهای شیپیشی بیان سرکار. وقتی ما با یه ماشین تونستیم به مرسل رفا برسیم، چطور گارد جابیان نتونست مرسل رفا رو بزنه؟ چطور نیرو هوایی نتونست بزنه؟ چطور نیرو زمینی نتونست بزنه؟ چطور زرهی نتونست بزنه؟ ببینین این فردوس خیانت و اون قره‌باغی، تیمسار قره‌باغی خیانتکار چه بلایی سر ما آوردن. وگرنه اینا یه پوشک بچه بیشتر نبودم. منی که با یه ماشین برم تا اونجا و اینا قادر نباشن تکون بخورن. من تو خاکم وطن وطن کردم، تا آخر عمرم هم وطن وطن میکنم و عاشق وطنم هم و از مرگم برای وطنم نمیترسم. همه رفتن اینجاست عزیزانم. بعضی وقتا میرم در اون قسمت ها میبینم چه کارهایی کردم و خداوند منو هنوز سالم نگردشه. برای شما ها که این داستان ها رو بگم، باری دلم نمیاد دیگه امروز صحبت اخبارهای ما بی خودی و سیاست بازی های ابرقدرت رو بگم، ولی آرزمون به ایرانمون برگردیم و شاهزاده ما میدونم قدرت کاملی خواهد داشت که بدونم. والا من در روز هزارها تلفن دارم. یک فردی از نمیخوام اسمشو بیارم، بندر عباس تلفن کرده. آقای قربانی بندر عباس بودی؟ گفتم خیلی. گفتم یاد آیا کشتی میکلانج چی شده؟ گفت زدن داغونش کردن. کشتی میکلان کشتی بود که نصف بندر عباس رو برق میداد و ما اونجا مهمونی های دولتی اونجا زیاد بود. چی بگم؟ افرادی
هنوز در بندر عباس، بندر عباس جایی که از جزیره کیش و خشم و اینا مهمتره و علاوه ساختن شهر خیلی راحت تره. خیلی اون موقع شاهنشاه امید داشت که بندر عباس رو بسازیم. زندگی ها بود، آینده ای بود، همه به فنا رفتیم و ما دلم میخواد با فرهنگی که شروع کردیم، با تکنولوژی که شروع کردیم، بتونیم انترتیمنت ایران رو در سطح دنیا بیاریم، به خاطر که اولمپیک آف موزیک بتل آف دایدر شروع خواهد شد به امید پیروزی برای ایران هم اول. تا تاریخچه بعدی صحبتی افردا. زنده باد شاهزاده پهلوی بود و پرنسس یاسمین بود. جاوید با زن زندگی آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی حزب توده. زنده باد پرچم شیر خورشید من.